بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. جلالت ماوان مهمانان القدر خانم ها و آقایان، صبح همه بخیر. اجازه دهید پیش از آنی که واری صحبت شوم خاطره و یادی از مرد بزرگ که بنیانگذار فدراسیون صلح جهانی بودند، جناب فادرمون، یاد نمایم و یادش را گرامی بدارم. حضار عزیز، خوشحالم در گرد همایی بزرگی شرکت نمودم که چهره ها و شخصیت های بزرگی با دیدگاه های متفاوت، با باورهای اعتقادی متفاوت، با فرهنگ متفاوت از نقاط مختلف جهان گرد هم آمدند تا پیرامون برخی از اساسی ترین دغدغه‌های بشر قرن حاضر، یعنی صلح، امنیت و توسعه بشری بحث و گفتگو نمایند. از فدراسیون جهانی صلح به خاطر برگزاری این اجلاس و دعوتی که از من به عمل آوردند تا در اینجا حضور یابم و همچنین از میزبانی دوستانه جمهوری کوریای جنوبی صمیمانه تشکر و سپاسگزاری می نمایم. برگزاری این اجلاس در این برهه از زمان یک اقدام خیرخواهانه و بشر دوستانه بوده و ما زمانی می توانیم به اهداف و آرمان های این اجلاس نائل آییم که مساعی مشترک و همسو را از سوی دولت ها و ملت های جهان در این راستا شاهد باشیم. صلح یک پدیده چند بعدی است که به اثر همکاری های متقابل و همه جانبه جامعه جهانی پدید می آید. خوشبختانه جوامع بشری همواره در تناوب و توالی جنگ ها آخرین گزینه مطلوب را صلح دانسته و بر استقرار آن مجدانه اهتمام ورزیدند. توسعه بشری نیاز به صلح پایدار دارد و رابطه این دو مقوله رابطه متقابل است. اگر صلح از یک جامعه رخت بربندد، توسعه بشری هم در آنجا به اختلال مواجه خواهد شد، و برعکس توسعه بشری نقش مؤثر و سازنده ای در برقراری صلح پایدار دارد. از این جهت مردم دنیا خواهان صلح و امنیت هستند، چرا که صلح و امنیت موهبتی از جانب خداوند است که انسانها بر انسانهای برتر، خیراندیش و مسئولیت پذیر می توانند آن را در زمان آشوبها و آشفتگی های اجتماعی استقرار بخشد. خوشبختانه ما در طول تاریخ شاهد اقدامات بسیار جسورانه و مبتکرانه از سوی اشخاص، نهادهای اجتماعی و سازمانهای بین المللی در جهت اعاده و استقرار صلح در جهان بوده و هستیم. به نظر من مجموع نظریه های که تا کنون در رابطه با مکانیزم استقرار صلح مطرح شده، مانند تشکیل دولت واحد جهانی، خلع صلاح، موازنه قدرت و غیره، همه معطوف به جنبه های اعطایی صلح بوده و خواستن که این ارزش را به حیث یک عطیه از بالا به مردم اهدا کنند. ولی ما باید تنها به این جنبه از استقرار صلح بسنده نکنیم، بلکه تلاش نماییم تا آن را به عنوان یک ارزش خود انگیخته از درون جوامع و انسانها به تجربه بگیریم. خانم ها و آقایان،
سخن گفتن از صلح در زمان حاضر که انسان‌ها وارد تمدن قرن 21 شده اند، جامعه بشری را به بازاندیشی در مورد محتوای این تمدن و لوازم و تبعات ناشی از آن فرا می‌خواند. زیرا اگر عواملی که از بطن این تمدن آرامش بشری را تهدید می‌کنند شناسایی نگردیده و از میان برداشته نشوند، بعید است که ما به صلح پایدار برسیم. ما در دنیای زندگی می‌کنیم که کشورها از نظر قدرت، اقتصاد، تکنولوژی و دانش به جانهای متفاوت از هم تقسیم بندی شده و در نتیجه کشورهای توسعه یافته کمتر توسعه یافته و توسعه نیافته را پدید آورده است. این تقسیم بندی که موجودیت شکاف و فاصله بین ملت ها و کشورهای جهان حکایت می کند که از موجودیت شکاف و فاصله بین ملت ها و کشورهای جهان حکایت می کند، می تواند یکی از عوامل برهم خوردن صلح و امنیت در سطح جهان تلقی گردد. با کم کردن این اختلاف ها می توان گام های اساسی و استواری در جهت اعاده صلح و امنیت پایدار برداشت. منظور از کم کردن یا از بین بردن اختلاف ها تلاش و مساعی مشترک برای رشد و ترقی جوامع توسعه نیافته و کمتر توسعه یافته است. چه خوب است که کشورهای توسعه یافته تنها به صدوری فراورده های صنعتی به کشورهای توسعه نیافته اکتفا نکرده، بلکه به نشر و اشاعه دانش توأم با این فراورده ها نیز همت گمارند تا فاصله ایجاد شده میان کشورها به حد اقل برسد. من معتقدم هرگاه جوامع بشری از نظر سطح دانش، تکنولوژی و رفاه کمتر اختلاف داشته و موازنه نسبی بین آنها برقرار گردد، زمینه صلح و آرامش بیشتر فراهم می گردد. بنابراین با ایجاد موازنه میان جوامع بشری از نظر دانش، تکنولوژی و رفاه می توان نقایص و کمبودهای نظریات را که در رابطه با چگونگی استقرار صلح ارائه شده برطرف ساخت. هزار گرامی، من به نمایندگی از کشوری صحبت می کنم که در طول سالیان درازی قربانی فقر، جنگ، ترور و دهشت افغانی بوده و بیش از هر زمانی نیاز به صلح فوری، امنیت دائمی و توسعه بشری و اقتصاد پایدار دارد. مردم ما مانند تمام مردمان صلح دوست جهان صلح و امنیت را دوست دارند. اما متاسفانه جنگ و ناامنی بر آنها همواره از بیرون تحمیل شده است. بنابراین مردم و دولت افغانستان از هر اقدامی که منجر به تحکیم صلح و امنیت در میان جوامع و ملل جهان شود استقبال می کند. ما جامعه جهانی که تا به حال ما را در راستای تامین صلح و امنیت و مبارزه با تروریسم و هراس افغانی یاری کردند سپاسگزاری می نماییم. در طول بیش از 10 سال گذشته دولت و مردم افغانستان با کمک جامعه جهانی کارهای بزرگ و ارزشمند را در راستای تقویت امنیت، توسعه بشری، تأمین رفاه اجتماعی و استقرار دموکراسی انجام داده است. اما همه این کارها کافی نیست و ما باید تلاش‌های بیشتر را در این راستا انجام دهیم. بنابراین اولتر از همه با عواملی باید مبارزه شود که زمینه ساز ناامنی، خشونت، جنگ و سربازگیری تروریستان و افراط‌گرایان در کشور ما می شود.
بدون شک فقر اقتصادی، پایین بودن سطح سواد، فقدان توسعه لازم بشری و غیره از جمله این عوامل می باشد. نکته دیگری را که می خواهم بگویم این است که افرادگرایی و خشونت نه تنها ربط به دین اسلام ندارد، بلکه آن را به شدت نکوهش نموده است. چنان که در قرآن کریم کتاب مقدس ما مسلمانان آمده است، هر کس انسان را بدون موجب به قتل برساند، چنان است که همه انسانها را به قتل رسانده، و هر کس انسان را از مرگ برهاند، گوی همه انسانها را زنده کرده است و نجات داده است. حضرت امام علی، یکی از پیشوایان بزرگ اسلام، در رابطه با والیش توصیه می کند که با مردم چگونه رفتار کند، چگونه برخورد کند، چه مسلمان چه غیر مسلمان، با عنوان حق شهروندی باید احترام شود و با اونا برخورد دوستانه داشته باشد. و سرانجام با والیش میگه: اما اخون لک فی الدین و اما نظیرون لک فی الخلق. والی من، یا مردم برادری توست در دین، یا هم سرشت و هم آفرینش است با تو، پس نباید تفاوت بین اونها قائل شد، نباید بر اونها ستم کرد، به همه با دید یکسان برخورد کرد. لذا دین اسلام به هیچ وجه نمیخواهد با تجاوز به حقوق انسانی مردم، زمینه های همزیستی مسالمت آمیز، صلح، امنیت و عدالت اجتماعی در جوامع بشری از بین برود. در مورد صلح با کسانی که در حال جنگ هستند نیز تأکید نموده و فرموده است به قرآن مجید که اگر آنان به صلح بگراییدند، تو نیز به آن بگرای و بر خدا توکل نما که او شنوای داناست. بنابراین تکیه بر آموزه های دینی در جهت استقرار صلح عادلانه و امنیت در جهان به دلیل این که از منبع وحی الهی نشأت گرفته است، امر بسیار ضروری و حیاتی به نظر می رسد. من به نمایندگی از مردم افغانستان و تمام شخصیت ها، نهادها و سازمان های صلح دوست جهان می خواهم که برای استقرار، امنیت و صلح پایدار در سراسر جهان تدابیر خردمندانه و معقول اتخاذ نمایند، ورنه دستاوردهای انسانی تمدن امروزی ما مخدوش خواهد شد و مواجه با خطر خواهد بود. از برگزار کنندگان اجلاس، به خصوص جناب دکتر مون و دکتر والش و همچنین آقای تاج حماد و تمام اعضای شورای ریاستی فدراسیون جهان صلح، صمیمانه ابراز امتنان و سپاسگزاری نموده و از حضور شخصیت های اشتراک کننده در این اجلاس ابراز خرسندی می نمایم. از توجه همه شما تشکر. باز هم یاد و خاطره فادرمان گرامی باد. و السلام علیکم و رحمت الله.